افسونی خوده. وای 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 داری چی میشه؟ هی هی داری میری؟ اسفنده اینو بگیر. آنو باید چی کار کنم؟ اسفنده این خواهش بکنم یک کاری بکن اسفنده. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ به کانال نیمیشن وی خوش اومدید. این ویدیو در مورد ماجراهای 30 سال استنفورد پاینز دانشمند خفن و رازآلود آبشار جاذبه. میخوایم ببینیم که استنفورد تو این 30 سال داشته تو اون پورتال چیکار میکرده، دقیقاً کجا رفته بوده، چجور زنده مونده. یه تئوری به عالم در مورد ریک سانچز دانشمند دیون سریکو مورتی و استنفورد پاینز دانشمند خفن آبشار جاذبه دارم که تو این ویدیو بهتون میگم. پس امیدوارم که حالشو ببرین. بدون اتلیه بزن بریم. اتفاقی که تون پورتال برای استنفورد افتاد همیشه یه راز بزرگ بود، چون هیچ وقت تو انیمیشن در موردش صحبت نکردم. سفرهای 30 ساله استنفورد پاینز که خودش میتونست یه فیلم انیمیشن خیلی باحال و جذاب باشه، اما هیچ وقت فیلمش ساخته نشد. نو! به جای فیلم انیمیشن، این ماجراجویی‌ها به صورت یه نوشته یا بهتر بگم یه داستان تو ژورنال سه اومد و اونجا داستان گفته شد، اما به صورت خیلی مختصر. داستان از جایی شروع میشه که دیپیر به استنفورد میگه که 30 سال گذشته کجا بودی، چیکار کردی، و اون موقع استنفورد نمیدونسته که چی بگه، اصلا از کجا شروع کنه. استنفورد اون موقع هیچی به دیپیر نمیگه، به جاش تصمیم میگیره که تو ژورنال سه در مورد اون اتفاقات و ماجراجویی‌هاش بنویسه. خود استنفورد هم تاکید میکنه که برخی از اونها رو اینجا میخوام بنویسم، یعنی این چیزی که تو این کتاب هست کامل نیست، یه چیز جزئیه، کاملش خیلی چیز بزرگتریه و اصلا گفته نشده، اونم یه راز خیلی بزرگیه. استنفورد با این جمله داستانش رو شروع میکنه، شاید زمانش رسیده که در نهایت رازم رو فاش کنم. استنفورد لحظات اول که وارد پورتال شد و کامل یادشه و میدونه که چه اتفاقی براش افتاده. فور وقتی وارد پورتال میشه احساس بی‌وزنی ناگهانی میکنه، میترسه و میدونه که قراره بی‌زودی چیزایی رو ببینه که فیدل فور رفیقش رو به مرز جنون کشوند. استنفورد که میدونه دیگه کارش تمومه، نفسش رو حبس میکنه و قبول میکنه که رسیده به آخر خط. اون متوجه میشه که پورتال داره به جای خط میشه که بیل سایفر اونجا رو برسن به این پورتال طراحی کرده، جایی که بیل سایفر با فریاد بهش اشاره میکرد. قلم را دنیای بین بعده دنیاها، فضای بین و بین، درگاهی به دنیاهای دیگه، پادشاه کادوسها. استنفورد وارد جایی میشه که آری از جاذبه است، با نور و رنگهای درخشان اونجا شنا میکنه، چون معلقه دیگه، جاذبه نیست، معلقه. شنا میکنه و داره تو جیبش دنبال یه عینک میگرده، چون عینکش رو تو دنیای واقعی جا گذاشته بدبخت. به گفته خودش همیشه یه عینک داره که تو جیبش میذاره، چون عینکای زیاد رو شکونده. بعد اینکه عینکش رو میزنه تازه میفهمه که با چه کابوس زنده رو بروه. فور وقتی این دنیا میبینه با خودش فهم میکنه که آیا این دنیا برای بیل دنیای کامل حساب میشه، جهانی که بین دنیای دیگه است در حال حرکت و تغییر شکله. یک فضای بیقانون و ناپایدار بین جهانها که فقط عجیبترین و ناآشناترین موجودات به اونجا خونه میگن. پورتال پشت سر استنفورد بسته میشه و استنفورد میفهمه که اینجا گیر افتاده، شاید تا ابد اینجا بمونه و نتونه برگرده. فورد بیچاره قبل از اینکه بخواد در این مورد غصه بخوره و وحشت کنه، میفهمه که داره در مقابل بیل سایفر شنا میکنه. بیل سایفر میگه که روی تخت عجیب غریبیه، تختی که از توهم ساخته شده و پر از ارتش جونورای عجیب و سایه‌ایه. بیل سایفر شروع میکنه به حرف زدن و میگه که ببینید کی اومده به دیدنم. آماده ای برای یه شطرنج بین کهکشانی؟ الان تو مهری پیاده یه شطرنجی. بیل سافر بشکن میزن و یکی از موجوداش که بودن بال 20 متری و مثل نهنگ گوش پشته به استنفورد حمله میکنه. استنفورد شانس میاره و حیول از کنش رد میشه. فورد سری پشت میدان سیاره که پنهان میشه، خیلی ترسه و داره تو فضا شنا میکنه. موجودات چند بعد صخره های فضایی رو دارن میشکافن تا اون رو پیدا کنن. فوردش به خاطر جونش فرار میکنه. به طرز معجزه‌آسایی تونست وقتی دسته حیولا داشتن دنبالش میگشتن تو دهانه یه سیاره که عبوری بزرگ پنهان بشه. در اعماق شکاف غارهای سیاره پنهان شد، اما میتونه صدای بیل سایفر رو بشنوه که میگفت شش انگشتی میخواد قایم با شک بازی کنه، با اولین کسی که اونو پیدا کنه و برای من بیاره یه کهکشان جایزه میدم. بعد از اون صدای خنده دیوانوار تعداد از موجودات بزرگ و کوچیک بیل سایفر رو میشنوه که بعضیشون دارن برای پیدا کردن استنفورد با هم مسابقه میذارن. فورد خیلی خسته و عصبانی بود، دیوانه شده بود و میخواست که بره پیش بیل سایفر و هر چی دلش میخواد بهش بگه، لعنتش کنه. اما قبل از اینکه بخواد کار احمقانه انجام بده، میفهمه که تو اون غار خانواده از پناهندگان بین قاره زندگی میکنن. موجودات اون غار پانسمان شده و جنگ زده بودن. استنفورد میارن کنار آتش پرنور که بنفشه، خیلی عجیب غریبه، و همگی دور اون آتش جمع میشن و داستانشون رو برای استنفورد تعریف میکنن. فورد میفهمه که این موجودات معدنچیان سیارکی هستن که کششون در این کرمچاله به این دنیا مکیده شده و اونا مثل خودش از این دنیا سر در آوردن. وقتی استنفورد از بیل حرف میزنه، اینا شروع میکنن به لرزن و گوششون میگیرن، انگار استنفورد داره چیز خیلی زشتی رو میگه.
اونا یه رهبر هم داشتن که ترکیب پشمالو از خوبچه هندی و دوز درایی بود. به استنفورد توضیح میده که دوست فرازمین سابقت یعنی بیل سافر در واقع یکی از ترسناک‌ترین موجودات تو کل جهان چنگانه است. در ادامه میگه که بیل قلمرو کابوس‌ها رو به عنوان مخفی خودش و دار و دستش در اختیار گرفته، اما از اونجایی که این مکان بی قانونه و هیچ قانون فیزیکی هم بر اشیاش حاکم نیست، احتمالا به مرور کم کم و کم کم از بین میره. برای همین بیل به دنبال دنیای جدید و باثبات‌تره تا بتونه اونجا تصاحب کنه و فقط یه آدم احمق میتونه اونو وارد دنیاش کنه. استنفورد میگه یه آدم احمق مثل من. بعد کل ماجرای خودش و بیل رو برای اونا تعریف میکنه و میگه که میخوام اونو نابودش کنم برای کاری که انجام داده. اونا اولش یکم تردید داشتن ولی بعد احساس همدردیشون رو به استنفورد نشون دادن و گفتن که میتونی رو کمک ما حساب کنی. بعد دستگاه مترجم که میشه باهاش زبان همه دنیا رو فهمید با یکم غذا به استنفورد دادن. فورد ازش میپرسه که احتمال اینکه دوباره بتونم برگردم خونه چقدره، اصلا وجود داره یا نه، و اونا هم بهش میگن که احتمالش خیلی کمه. پس یه طرح تو ذهن فورد شکل میگیره، اونم این که از بول به بول دیگه سفر کنه و راجع به بلیستافه اطلاعات خیلی زیاد به دست بیاره، راجع به نقاط ضعفش و رازاش و قدرت خودش رو بتونه به دست بیاره تا در نهایت شکستش بده. اینا هم قبول میکنن که ممکنه دیگه هیچ وقت خونه‌شو نبینه، اما حداقل میدونن جهان چنگانه رو از دست بیل نجات بده و انتقام زندگی خودش رو از اون بگیره. موجود غار استنفورد تشویق میکنه فریاد بزنه اکسلاتور رو ستایش کن. استنفورد اصلا نمیدونه که اکسلاتور کی هست، باشون خدافظی میکنه و سیاره کمونا رو ترک میکنه، به نزدیکترین کرمچای شروع میکنه و واردش میشه. فور سرنوشت خودش رو به باد میسپاره تا بفهمه که چه دنیاهای جدیدی در انتظارشه. بنابراین ماجراجویی 30 ساله برای استنفورد شروع میشه، سفر خطرناک در دنیاهای موازی تا بفهمه چه کاری میتونه برای شکست بیل سافر انجام بده. فور میگه چیزای خیلی زیادی رو یاد گرفتم که اگه جوان‌تر بودم ممکن بود بهش بگم اکتشافات ماجراجویانه. استنفورد مدام در حین سفر به این دنیاها دچار حالت تهوع میشد، تقریبا احساس میکرد که صد زندگی متفاوت در این دنیاها رو تجربه کرده، با راهزنا سفر کرد، یاد گرفت چگونه به 13 زبان مختلف صحبت کنه، با دست خالی درگیر دعوا شد و با قبیله از خوک‌های جنگجو مسلح با بازهای اختاپوسی خالکوبی کرد. فورد میگه که از این خالکوبی خیلی پشیمونه، برای همین لباس میپوشه تا اون خالکوبی‌ها معلوم نشن. در ادامه باز از تجربیاتش میگم، اینکه متون باستان مطالعه کردم، یادداشت دانشمند رو مقایسه کردم، با هیولاها شام خوردم و برای زمان کمی پادشاهی دنیای انگشتا رو بر عهده داشتم، تا زمانی که مرد هفت انگشتی اومد و شکستم داد. زمانی که خلافی رو مرتکب میشدم با هدف و برنامه بود، من فقط چیزا رو میدوزم که بتونم روی ناپایدارسازی کوانتوم خودم کار کنم. این یک از دشوارترین اختراعاتی بود که تا به حال روی اون کار کرده بودم. شعر کامل ماجراهای من به اندازه 10 جلد کتاب طول میکشه، اما در اینجا مختصر راجع به برخی از عجیبترین دنیاهایی که دیدم مینویسم. میمی رفقا اینجا خودش میگه که ماجراجویی‌هاش خیلی طولانی‌تر و بیشتره و تو ژورنال فقط چند تاشو گفته، شاید ماجراجویی خیلی باحال‌تر داشته که نگفته. در مورد این پوستر تحت تعقیب و جمله سایفرش هم بگم، خب استنفورد تو بعضی از دنیا میره دزدی چیز میدوزه، معلومه که تحت تعقیبه، دل تحت تعقیب بودن همینه دیگه، دزده باید بگیرنش. این جمله سایفرش هم نوشته، اون برای غنایم برمیگرده مسلح و خیلی خطرناک. اون جمله کوچیکم نوشته ریک اینجا بوده. این تئوری ریک و استنفورد و بعد سفرها میان بودی بهتون میگم. دنیای اول دنیای امه، تو این دنیا هر چی ببینی به شکل امه، از برج ایفل بگیر و خونه بگیر و گاو، کوه، ابر، همه چی به شکل امه. این تصویری که میبینی میبل کشیده، استنفورد اصلا باورش نمیشه که میبل این تصویر کشیده، چون با واقعیت مو نمیزنه. فورد میگه تجربه زندگی تو این دنیا خیلی ناامید کننده است، این دنیا میتونه ذهن علمی و منظم استنفورد آزار بده و مونده بود که این دونه اصلا چجور طراحی شده. چیزا جالبی که تو این دونه وجود داشت این بود که الفباشون 26 تا ام داره و به استنفورد میگفتن ماو ماندرفول مایم، در واقع تیزوی شگفت انگیز رو به زبان خودشون تلفظ میکردن. فورد بیچاره میگه اگه 10 دقیقه دیگه اونجا میموندم حتما خودکشی میکردم، ولی حداقل اونا نسبت به من مهربون بودن و تصور میکردن که چقدر عجیب به نظرشون میام. دنیای بعدی دنیای دوباره کاری. این دنیا با اسم دنیای یویو و دنیای دیوونه میشه، چون هیچ انجام نمیشه هم شناخته میشه. اسم دومی به نظر استنفورد دقیق‌تره، اما زیاد شاعرانه نیست. این دنیا دنیایی که زمان کاملا به صورت تصادفی به هر دو سمت جلو و عقب میره. استنفورد دو تا مثال برای خوب و بد بودن این دنیا آورده که الان براتون توضیح میدم. ببین رفقا، این مثال برای خوب بودن این دنیاست. میگه که ممکنه که شما یه هفته خیلی بدی داشته باشید، اما دوباره برگردیم به ابتدای همون هفته و یه فرصت نو داشته باشید که اون هفته رو بتونید خیلی بهتر بگذرونید. Oh my God! خب الان مثال برای بد بودن این دنیا. میگه که ممکنه که شما تو این دنیا بیاین دبیرستان تمام کنین، دیپلمتون بگیرید، اما یهو برگردیم به دوران مهد کودک و یه بچه باشید. واقعا خیلی وحشتناکه. دنیای دوباره کاری میتونه به طور معمول برای مدت زمان طولانی به جلو حرکت کنه یا در یه روز چندین بار مثل یویو جلو عقب بره.
نکته جالبش اینجاست که این دنیا مثل دنیای ما که هواشناس داریم، متخصصان بی‌زمان شناسی دارن. این متخصصان سعی میکنن پیش‌بینی کنن یه زمانی در هر روز چطوره، به جلو میره یا به عقب. استنفورد توی صفحه مشکل اصلی زندگی توی این دنیا رو برامون توضیح میده. فورد میگه که مشکل اصلی زندگی توی این دنیا اینه که میتونه هر بخش از زندگیتون رو دوباره زندگی کنید. استنفورد این مشکل رو توضیح داده اما خیلی طولانیه. اگه بخوام کلی بهتون بگم این میشه. اینقدر جلو عقب میره که کلافتو میکنه. No God please no no. خب بریم سراغ دنیای بعدی، یعنی دنیای لاتاکرونین یا دنیای بخت آزمایی. این دنیا کلا دست خلافکارا و اوباش میچرخه. البته اینجا بهشون نمیگن اوباش چون بخت آزمایی در اینجا غیر قانونی نیست بلکه ضروری هم هست. این پایینش ساینس سیتی. حالا ساینس سیتی چی هست؟ انجمن مدیریت مرکزی در دنیای بخت آزماییه. روی هر سیاره‌ای که میزبان قرعه‌کشی سالانه بلیت بخت آزمایی میشه، این انجمن برقرار میشه. کلن تو این دنیا شانس حرف اول رو میزنه. در این بود هر جنبه از زندگی به شانس بستگی داره. اینجا بچه ها حتی قبل از اینکه راه رفتن رو یاد بگیرن، تاس انداختن رو یاد میگیرن. هیچ فرد بالای 5 سالی نیست که بدون کارتای شانس جایی بره. حتی انتخاب همسر هم به بانوی شانس واگذار میشه. ولی استنفورد به دولت این دنیا خیلی خوشبینه چون مجلس سنای کهکشانیشون هر شنبه برگزار میشه تا در مورد قانون مورد علاقه خودشون تصمیم بگیرن. فورد همچنین میگه که استنلی شاید از اینجا خوشش بیاد اما میگه که خودش از اینجا خوشش نمیاد چون اینجا اونو افسرده میکنه. حتی با اینکه در این دنیا بیشتر اوقات شانس یار استنفورد بوده اما لافزنهای این دنیا استنفورد به خاطر شمارش کارت با لگد انداختن بیرون. فورد در ادامه وارد دنیای خیلی عجیبی میشه. استنفورد توضیح میده تلاشم برای شکست دادن بیل من رو به دنیای عجیبی سوق داد که به اشتباه تصور میکردم محل تولدشه. دنیای دوبادی‌ها. رفقا این شکل منطقه مسکونی به نام AKA اگزوویلیا در دنیا دوبودی رو همونطور که از بالا میبینید نشون میده. رفقا باید بهتون بگم که مردم این دنیا اصلا چیزی در مورد جهت بالا نمیدونن چون تو این دنیا هیچ چیزی به اسم بالا وجود نداره، هیچ جهتی. این عکس هم که میبینید بدن سه‌بعدی استنفورد نشون میده تو دنیا دوبودی اونا. استنفورد دنیا دوبودی اونا رو به این شکل میدید و میگفت که چشم سه‌بعدی من در دنیا دوبودی اونا بی‌ارزش بود. همچنین فورد اعتقاد داره که بیل از این دنیای شبیه این دنیا اومده که اینقدر داغونه. حالا چطور؟ خب خودش هم دقیق نمیدونه چون وقت زیادی برای تحقیق نداشته. اگزوویلی‌ها اونو به شکل نامنظم تصور میکردن که در دنیای اونا یه چیز خیلی مسخره است. استنفورد بدبخت نمیتونست خودش رو توضیح بده چون دهنش در خارج از این دنیا گیر کرده بود و ممکن بود خودش رو به خطر بندازه. بدن آدمای اونجا کوچیک و بالابای تیز بود. چند صد نفر از اونها ریختن رو سر استنفورد تا کارشو بسازن اما خوشبختانه توسط یکی از خارق‌العاده‌ترین موجوداتی که تا به حال دیده بود نجات پیدا کرد. استنفورد ناگهان از دنیای دوبودی بیرون کشیده شد و کاملا از اونجا حذف شد. استنفورد وقت از خواب بیدار میشه خودشو توی معبد کوهستانی عجیب میبینه که با ابرها احاطه شده. یه موجود هفت چشمی بالا سر استنفورد وایستاده و داره اونو نگاه میکنه. رفقا اسم این موجود عجیب خیلی سخته. اسمش از تسلرام اوسورینگ. این موجود عجیب استنفورد میگه که من در دنیای 52 هستم و مدت هاست که دارم زخمای تو رو درمان میکنم. خیلی این عجیبه بهتون بگم رفقا، این خیلی عجیبه، اصلا تو انیمیشنم نبود. به نظر استنفورد اون حتی از اسم و ماموریتش هم خبر داشته. خب رفقا بریم سراغ این جمله سایفری که این بالاست. اینجا نوشته که این مخالف بیله، این متضاد بیله، این از بیل بدش میاد. حالا چرا معلوم نیست، حالا چرا به استنفورد کمک میکنم معلوم نیست، کلا فقط معلومه که از بیل بدش میاد. شاید استنفورد نمیدونست که آیا اون میتونه ذهنشو بخونه یا نه، اما اینو میدونست که اطلاعات زیادی از بیل داره. پیشگو به استنفورد میگه که اگه میخوای با بیل مبارزه کنی و جلوش کم نیاری، اول باید از ذهنت محافظت کنه. بعد ایده جراحی سخت صفحه فلزی رو توی سر استنفورد داد و اونم فوراً قبول کرد. استنفورد و پیشگو در مورد بیل زیاد با هم صحبت کردن و استنفورد فهمید که آتش قدرت بیل باعث شده که تو دنیاش، پدر مادرش و هر کس دیگه که تا به حال میشناخته از بین بره. پیشگو یه طور حرف میزد که انگار از بیل بدش نمیاد اما مصمم بود که اون باید نابود بشه. پیشگو به چشای استنفورد پاینز نگاه عمیق میکنه و بهش میگه که تو چهره همون انسانی رو داری که سرنوشت تعیین کرده بیل رو نابود کنه. استنفورد که دیگه جوگیر و هیجان زده شده بود کل اون شب رو به مهمونی و نوشیدن ماسه کیهانی گذراند. اما وقتی فرداش که بیدار شد میبینه که پیشگو نیست و خودش هم توی دنیای دیگه است. این جمله استنفورد خیلی مهمه. اینجا میگه که گاهی اوقات به این فکر میکنم که اون الان کجاست و متوجه میشم که چقدر زیاد در مورد من میدونست. واقعا استنفورد اینجا راست میگه. اون کی بود؟ خب پیشگو بود، خب این بود، خب اون بود. چی کاره هست؟ چرا تو انیمیشن نبود؟ این خیلی مهم و گیج کننده است. رفقا قبل از اینکه ادامهش بدیم باید بریم سراغ همون تئوری که بهتون گفتم. تئوری من اینه چرا استنفورد به این همه دنیای مختلف سفر کرد. اینجا معلومه که تو دنیای ریکو مورتی هم رفته
ولی چرا در موردش تو ژورنال هیچی ننوشته؟ این خیلی عجیب نیست؟ تو بین این همه دنیا که گفت هیچ چیز در مورد ریک سانچز نگفت یا دنیاش، فقط اینجا نوشته که ریک اینجا بوده. خب این یعنی چی؟ مگه تو دنیاش سفر نکردی؟ چرا در موردش چیزی ننوشتی؟ ببین رفقا، تئوری من اینه، من میگم که استنفورد تو دنیا اونو رفته، در مورد اون تحقیق کرده، بعد چیزا رو تونسته یادش بمونه، اما حافظش در مورد ریک سانچز پاک شده. تو سر ریک و مورتی ریک اصلی داره که میشه باهاش حافظه مردم پاک کرد. ممکنه که حافظه استنفورد هم پاک کرده باشه. برای همین هیچ چیزی در مورد دونه ریک سانچز تو ژورنال سن نیست. چرا نیست؟ خب باشه طبیعتاً. این تئوری من برمیگرده به قبل از اینکه استنفورد اون صفحه فلزر تو سرش جاساس کنه. قبل از اینکه جاساس کنه ممکن حافظش پاک شده باشه، چون بعدش نمیشه. این تئوری من میتونه دلیل نبودن ریک سانچز تو ژورنال سن رو توجیه کنه. این فعلا تئوری منه و یکم ناقصه، با اطلاعات بیشتر درمش کسب کنم، اما تئوری خوبیه. نظر شما چیه تو کامنت ها بنویسید. استنفورد از دنیای 52 خارج میشه و وارد دنیای زمین موازی میشه. تو این دنیا مثلا میبینیم که دایناسورها به جای اینکه منقرض بشن زنده موندن و شدن کارمند، مدیر، شرکت دارن، ساختمون میسازن، خونه میسازن، کلا مثل آدما زندگی میکنن. در کل استنفورد پانز وارد زمین های موازی خیلی زیاد شده که میتونید نمونهشو ببینید. میرسیم به جهانی بهتر. بعد از گذشت نزدیک به 30 سال از سفرهای میان بعدی استنفورد پاینز، این اولین زمینی بود که خیلی به زمین خودش نزدیک بود، خیلی شبیه بود. فرق اصلی این زمین اینه که هیچ وقت استنفورد پاینز توسط برادرش به سمت اون پورتال رانده نمیشه. تو این زمین استنلی به حرف برادرش یعنی استنفورد گوش میکنه و ژورنال رو از آبشار جادو دور میکنه. تو این دنیا استنفورد دوباره با فیدل فور با هم رفیق میشن و با هم یه خنثی‌کننده حلقه دنیا اختراع میکنن که بهشون امکان استفاده بی خطر از پورتال میده. هیچ خطری هم از طرف بیل نیست، تهدید اینا رو نمیکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه، اصلا تو این دنیا نمیتونه بیاد. فورد در حالی که از این زمین موازی دیدن میکنه، خود موازیشو میبینه که فرد خیلی مشهوری شده و کلبه کوچیکشون در آبشار جاذبه به مرکز بین‌المللی عجایب‌شناسی دنیا تبدیل شده. استنفورد پاینز اصلی نمیخواد بره پیش خود موازیش، بیشتر دوست داره بره پیش فیدل فورد موازی. شروع میکنه به دویدن به سمت فیدل فورد موازی. وقتی فیدل فورد موازی اونو میبینه میفهمه که این استنفورد پاینز موازی نیست، پس به حراست دستور میده که اینو بازداشت کنن. فیدل فورد موازی به فورد توضیح میده که چرا دستگیرش کرده. میگه چند سال قبل وقتی داشته توی ماموریت اکتشافی به یه دنیای خطرناک میرفته، یکی از مامورای امنیتی با خود موازیش برخورد میکنه. به محض اینکه اونا دستور هم رو لمس میکنن، کل دنیا به لرزه میفته و همه چیز به هم میریزه. فیدل فورد موازی و بقیه تیمش بدون خودشون فرار کردن، اما از این افسر دیگه هیچ خبر نشد، چون معلوم بود که کاملا نابود شدن. استنفورد پاینز دلش میخواست که اینجا بمونه و اینجا رو ترک نکنه، اما واضح بود که نمیتونه و وجدانش نمیذاره، چون باید به قولی که 30 سال پیش داده بود عمل کنه و اون قول این بود که بیل سایفر رو باید نابود کنه. فورد ماجرای انتقامش از بیل رو به فیدل فورد موازی توضیح میده و میگه که میخوام از اون انتقام بگیرم و نابودش کنم. زانهای فیدل فورد موازی میلرزه و خیلی هیجان زده است. اگرچه دنیای اونو از خطر بیل در امان بود، اما اون تهدیدی که بیل سافر متوجه کل جهان چنگانی کرده بود رو درک میکرد، مضطرب بود و میخواست به هر طریقی به استنفورد پاینز کمک کنه. فورد دستگاه کوانتوم ثبات زدای خودش رو به فیدل فورد نشون داد و گفت که میخوام با این کار بیل رو یسری کنم. فقط مشکل وجود داشت، اونم منبع انرژی بود. در تمام سفرهایی که استنفورد بعد از ملاقات پیشگو انجام داد، هیچ عنصر پیدا نکرد که بشه ازش به عنوان منبع انرژی استفاده کرد. فیدل فورد موازی عنصری رو که در دنیای پارادوکس کشف کرده بود و به استنفورد پاینز پیشنهاد کرد. وقتی که نگاش میکنی انگار اصلا تأثیر نداره و اصلا انرژی نداره، اما وقتی که قایمش میکنی کل نور میده بیرون. این خیلی خوب بود. پس از گذشت چند روز از تنظیمات جزئی در طراحی، بالاخره کوانتوم ثبات به پایان رسید. الان استنفورد پاینز آماده است که با بیل سافر روبرو بشه. بازگشتن به قلمرو کابوس‌ها. اون چیزی که استنفورد پاینز 30 سال منتظرش بود بالاخره داشت اتفاق می‌افتاد. استنفورد پاینز در ادامه میگه که دنیاهایی وجود داره که توشون همه چیز در سر شما اتفاق می‌افته و خیلی گیج کننده است، اما قلمرو کابوس‌ها هیچ مشکلی برای بقیه دنیا نداشت. تغییر مدام رنگ‌ها، نبود جاذبه و بوی مدام موهای سوخته، همه نشانه‌ای بود که بهم فهموند درست اومدم. فورد همچنین گفت که امکان وجود داره که بیل سافر منو پیدا کنه و آدم کشش رو دنبالم بفرسته. فورد در مورد پیر شدنش هم میگه 30 سال از آخرین باری که با این هیولا روبرو شدم گذشته و من پیرتر شدم. اون موقع تند و تیزتر بودم و اشیای مرگم تو دستان بود که مزایای زیادی داشت. چهار گوشه سردرگمی. تنها شانس استنفورد پاینز برای حمله به بیل ایجاد فاصله بین اوباش و نیروهاش بود. سافر برای لحظه احساس کرد که نیروهایش پشتیبان اون نیستن و از چیزی که به چهار گوشه سردرگمی میگفت عقب نشینی کرد. بیل سافر میدونست که اگه گیر استنفورد پاینز بیفته کارش تمومه، چون واقعا دیگه استنفورد پاینز زده بود به سیم آخر و میخواست کار بیل رو تموم کنه.
فقط چند دقیقه طول کشید تا نیروهای بیل دوباره جمع بشن، ولی برای استنفورد ساعت ها طول کشید تا بتونه نقشه غیر منطقی قلعه بیل رو یاد بگیرن. استنفورد فهمید که در قلمرو کابوس قوانین فیزیک وجود نداره و ناگهان داشت به سمت بیل سایفر کشیده میشد. اما بالاخره لحظه‌ای که در همه اون سالهای طولانی براش تلاش کرده بود فرا رسید و استنفورد پاینز بیل سایفر رو گیر انداخته بود. بیل سایفر گیر افتاده بود و فقط استنفورد پاینز جلوش بود. استنفورد بعد از اون همه بدبختی، 30 سال آوارگی، بلاهایی که بیل سایفر سرش آورده بود، میرفت که کارو تموم کنه، به قول خودش عمل کنه و انتقامشو بگیره. زمانی که میخواست ماشه رو بکشه، ناگهان همه جا به لرزه افتاد. ناگهان کل قلمرو کابوس به لرزه افتاد و پورتال دوباره فعال شد. استنفورد میخواست به شانس بدش فوش و بدی بیرا بده. بیل اونقدر خندید تا از حال رفت. استنفورد دیگه وقتی نداشت، با خودش رو سریعتر از بقیه هیولا به پورتال میرسوند. اونا میخواستن سرق پورتال وارد خونش بشن. فورد در طور چارگوشه دوی و وقتی به لبه نزدیک شد به هوا پرید و همزمان یه نارنجک پشت سرش انداخت که با نیرو نارنجک بتونه سریعتر از بقیه وارد پورتال بشه و همین کارم کرد. گذرگاه بین دو دونه پشت سر استنفورد پاینز فرو ریخت و اون دوباره به دنیای جوانی خودش برگشت با برادر روبرو شد که 30 سال بوده ندیدتش. ناامیدی دوباره فورد غیر قابل توصیف بود و گفت یه بار دیگه کارهای برادرم هر آنچه که من تا به حال روش کار کرده بودم رو خراب کرده بود. عزمم برای شکست بیل هرگز غیرتر از الان نبود. الان دیگه باید متوجه شده باشه که چرا استنفورد پاینز وقتی که از پورتال اومد بیرون خوشحال نبود. چون استنلی همچین کاری کرده بود، دوباره نقشه اینو خراب کرده بود. دیگه اصلا داشت بیل رو نابود میکرد، اما اون نذاشت. برای این عصبانی بود و این مش خوابون زیر گوشش. خب رفقان، از این ویدیو داستانی و کامل که خیلی مهم و بابا میساختم، خیلی خیلی از آقای مهدی بزرگوار تشکر میکنم که تو سایت نمیدازم فعال کردن.